عاشقان سفر. خیلی وقت بود که میخواستم یه ویدیو درباره جهانگردی برای شما من ضبط کنم، حالا وقت نمیشد یا من تنبلی میکردم یا شرایط اوکی نبود، ولی بعد از مدت ها تونستم که یه تایمی برای شما بذارم و یک سری نکات رو درباره سفر، جهانگردی و کسایی که میخوان جهانگردی رو شروع کنن بهتون بگم. با من باشید لطفا. بیشترین سوالی که از من میپرسن آقا چطوری جهانگرد شدی؟ از کجا شروع کردی؟ چی شد؟ و چطوری داری پول در میاری؟ و چطوری هزینه های سفرتو داری برآورده میکنی؟ که من در قالب این ویدیو میخوام اینا رو بهتون بگم. اولا اینکه جهانگردی یک عشق، یک علاقه است و یک شخص باید اون علاقه‌اش رو توی زندگیش پیدا کنه و کسایی که سفر میکنن مطمئنن اولین چیزی که توی اولویت‌هاشون هستش خب اون هدفی که دارن هست. شما اولا اینو باید بدونین که شما برای سفر کردن از خیلی چیزاتون باید بگذارین. شما برای اینکه بتونی سفر کنی خیلی فداکاری‌ها باید انجام بدی، از قبیل فداکاری در زندگیت، فداکاری در رابطت، فداکاری دوری از خانوادت، فداکاری در قبال خیلی چیزا رو به چشم ببینی. احتمالی که تو این راه آسیب ببینی، احتمالی که تو این راه شکست بخوری، احتمالی که تو این راه دان بشی، بریک بشی هستش. و فقط این نیستش که شما سفر کنید و چطوری بگم لذت ببرید. اولا باید ببینی که هدف چیه، برای چی داری سفر میکنی، چرا سفر رو دوست داری و بعد از اون شروع کنی. حالا گیرم که شما همه اینا رو مشخص کردی برای خودت، دو تا چهار تا کردی، اومدی همشو در پلانهای مختلف A و B و C و D برای خودت به این صورت نوشتی و گفتی که من میخوام این کار رو انجام بدم. از کجا شروع کنیم؟ چطور جهانگرد بشیم؟ یک شخص به خاطر اینکه بخواد اول جهانگرد بشه، به نظر من اول باید ایرانگرد خوبی باشه، یعنی کشور خودشو خوب بشناسه، بعد بیاد کشورهای دیگر رو ببینه. شما زمانی که از تهران بیرون نرفتی، شما زمانی که از شیراز بیرون نرفتی، شما زمانی که از بوشهر، از مازندران، از تبریز، از اصفهان بیرون نرفتی، نمیتونی چیزای زیادی رو ببینی در قبال اون. ما چون کشور خودمون برگرفته هست، 6-7 کشور هست، ما عرب، قوم عرب داریم تو کشورمون، قوم ترک داریم، قوم آذری داریم، قوم بلوچ داریم، قوم ارزم به حضور لور داریم و خیلی قوم های قوم ترکمن داریم، خیلی قومیت ها، حتی قوم هندی داریم توی کشورمون. یعنی کشور ما برگرفته از چندین و چند کشوری هستش که وجود داره. به نظر من بهترین کار اینه که سفر رو از خود ایران شروع کنی، از ایرانگردی شروع کنی. این بهترین کاری هستش که به شما میتونه کمک کنه. برای مثال خب اولش میتونی از آخر هفته شروع کنی، بری اگه تو اون شهری که زندگی میکنی، من مثال رو تهران میزنم چون اکثریت از تهران هستن یا جای دیگه، اگه تو یک شهری زندگی میکنی، برای مثال تهران، پاشی کوله پشتی تو برداری و بری به اون جایی که 1-2 ساعتی اطراف شهر شماست، به روستاهاش سر بزنی. چون فقط به موزه ها، به خیابون ها، به کافه ها و رستوران ها سفرتون رو ختم نکنین. سعی کنین تو کوچه پس کوچه ها با محلی ها صحبت کنین، با اون ارتباط بگیرین، با اون دوست بشین. و یکی از جذاب ترین چیزایی که تو سفر شما میتونید پیدا کنید این دوستایی هستش که توی سفرها به شما اضافه میشن و خاطره میسازن براتون. و شما به خاطر اینکه سفرهاتون جذاب بشه باید بعضی موقع اجازه بدید که مردم بیان توی داستان شما، مردم بیان توی زندگی شما، مردم توی راه شما قرار بگیرن. اینا 90% خیلی خوبن، 10% شاید مثلا خاطره بدی هم داشته باشن. برای مثال من توی ساری
یک بار وقتی اسم ساری میاد یک خاطره ای توی ذهن من جرقه میخوره. من یه قصابی رفتم اونجا، گفتن یه قصابی هستش که گوشتای گوش رو همونجا برات میبره، هم همونجا کباب میکنه. فکر کنم برای من، گفتم جالبه، رفتم اونجا. غذایی که بر فرض مثال 100 هزار تومان بود، ایشون از من 210 هزار تومان گرفت. این شد یک خاطره بد. از اون 10% ها رفت توی اون فایل 10%، ولی 90% من توی ساری خب جای دوستای خیلی خوبی دارم که اینا به من حسای خیلی خوبی دادم. من نمیتونم اون 10% رو فقط ببینم. خواستم بگم که توی این سفر خیلی، توی سفر خیلی چیز امکانی که بیفته. اول پس شما از جهانگردیتون رو از ایرانگردی شروع میکنید، از جنوب شروع میکنید، از اهواز شروع میکنید، از شمال شروع میکنید که مطمئنم 90%تون شمال رو میدونین چه خبره، چه جوریه، به چه صورته، چون به خاطر طبیعتی که شمال داره و شرایطی که تو شمال هست و اطلاعات غلطی که بعضی موقع ها اجتماع و جامعه و محیط به ما میده، فکر میکنیم که شمال چه خبره و همه چی عالیه. در اینکه سفر یک تعمه، سفر کردن مثل تست ها و طعم های غذای مختلفه. شما قرمه سبزی یک طعمی داره، میرزا قاسمی یک طعمی داره و عدس پلو یک طعمی داره و بستگی داره که کجا دوست داشته باشی بری. ولی اگه همیشه قرمه سبزی بخوری، این برای تو جذابیتی نداره. پس گهگاه دوست داری که میرزا قاسمی یا کشک بادام جون هم بخوری. یکی از راهایی که توی سفر میتونی لذت بکنی، تست کردن لذت ها توی بعضی از شهرها هستش که اون لذت مخصوص اون شهره. شما نمیتونی مرغ برونی اصفهان رو بیای همونو توی تهران بخوری. شما نمیتونی کوفته تبریزی تبریز رو تو شمال بخوری، باید همینجوری که نمیتونی باقالیقاتی که تو شمال میدن رو تو جنوب بخوری، همینجوری که تو جنوب قلیه ماهی جنوب رو بیای مثلا تو شیراز بخوری. هر کجا یه تستای خاصی داره که اینم خواستم بگم تو جهانگردی 15-20% هم برمیگرده به طعم، به غذاها، که اینم در جریان باشی. بعد از اینکه یه مدت تو ایران سفر کردید، خب یه آشنایی پیدا کردی با رسم و رسومات و با کسایی که تراولر یا سفر برو هستن آشنا شدین، میتونید سفرهاتون از خب کشورهای اطراف، بهترینش فکر کنم ترکیه باشه چون خیلی نزدیک به کشور ماست، میتونید دوباره با بکپکی برید، یعنی با کوله پشتی برید. میتونید حالا از استانبول شروع کنید، بعد برید آنتالیا، بعد برید کوشاداسی، بعد برید جاهای دیگه و میتونید، چون اونجا یک سری سفرهای مدیتیشنی وجود داره که اکثر مردم دوست دارن مثلا برن به قونیه، بعد از اون برن به کاپادوکیا، بعد از اون برن کوشاداسی، اینم سفر جذابیه. خلاصه خیلی آپشن داره و با بودجه ماها که الان توی ایران هستیم، سفر به ترکیه کاملا میخوره. بعد از این که حالا خب ترکیه رو رفتید، میتونید حالا دبی هم هست، ارزم به حضور، یا آذربایجان هم هست برای مثال میگم، گرچه حالا رابطه الان ما با آذربایجان زیاد حالا چیز نیست، من فقط به طور مثال دارم میگم که میتونید از کشورهای اطراف شروع کنید. سعی کنید سومین سفرتون هند باشه و حداقل 15 روز برین. سفرهایی که ما توی کشوری زندگی میکنیم که سفر بر ما تعریف شده از این که بخوام فقط یه هفته بریم، ولی نه، طعم اصلی سفر و یک فرهنگی که تو اون سفر بر شما ایجاد میشه و درک بهترش، فکر کنم نیاز حداقل به 10 روز دارید که در یک جای جدید این رو شما تجربه کنید. این یک نکته بود که خواستم در قبال این بگم. سعی کنید همیشه از سفرتون پربار برگردید. یعنی چی؟ زمانی سفر شما با ارزش‌تر میشه که شما بتونید یک چیزی رو از اون سفرتون با خودتون بیارید. این میتونه فیلم باشه، این میتونه عکس باشه، این میتونه خاطره باشه، این میتونه صدا باشه، این میتونه یک یادگاری باشه و حتی خاطرات شما با ارزشن دیگه. و کسایی که سفر میرن همیشه داستانه زیادی برای گفتن دارن. پس این یک فرصتیه که توی سفر بر شما پیش میاد
که بتونید یک قصه گو و داستان نویس خوبی باشید. پس یادتون باشه از سفرهاتون نوت برداری کنید. اگه بشینید توی سفر محتوا بسازید، خب این عمر سفر رو یه خورده میخوره. نوت برداری کنید، محتواتون رو تولید کنید، یا موقعی که برمیگردید یا یک جایی استراحت میکنید سعی کنید تو اون تایمتون یه زمانی رو اختصاص به این بدید که عمر سفرتون کوتاه‌تر نشه و مفیدتر بتونید سفر کنید. چطوری ما بتونیم ارزونتر سفر کنیم؟ ارزونتر که حالا راه ارزونتر سفر کردن توی دنیا خیلی زیاده که یک ویدیو خاصم در قبال ارزونتر چطور ارزون بتونیم سفر کنیم رو بهتون خواهم گفت. یک سری اپلیکیشن ها هستش که مثل گوشواره، مثل جاکلید همیشه باید همراهتون باشه. خیلی راحته. یک اولیش تریپ ادوایزر، اینجا هم براتون سعی میکنم بریم تریپ ادوایزر. دومیش گوگل مپ، سومیش booking.com، چهارمیش کسایی که هاستل خیلی خیلی دوست دارن تو هاستل بمونن، وبسایت هاستل ورد. این بهتون خیلی کمک میکنی که هاستل های خیلی باحالی رو در اطراف دنیا با قیمت مناسب پیدا کنید. هاستل چیه؟ هاستل اتاقای اشتراکی هستش که به شما میتونه کمک کنه. اینجا یه هتلیه به تو منطقه اسکومیش کاناداست که من دعوت شدم به اینجا و برای منم هیچ هزینه‌ای به اون صورت نداشته اومدم. اینجا هم هتل رو دارم بلاگ میکنم. من خودم زمانی به هتل یه 5 ستاره میدم که سعی کنم برای من هزینه ای نداشته باشه. این هتل دعوت کرده، من اومدم اینجا دارم بلاگ میکنم. برای منم یه تجربه تازه ایه که بتونم یک سری کار رو انجام بدم. بکپکرها کی هستن و چی کار میکنن؟ بکپکرز ها آدم هایی هستن با کوله پشت سفر میکنن، از اکونومیک ترین چیزها دوست دارن استفاده کنن و طولانی سفر کنن. من خودم سفرهای نرمالی نیست. سفرهای من سفرهای توریستی نیستن که بتونن هر شخصی بتونه بیاد، ولی من توی سفرهام یه بودجه‌ای دارم، نسبت به اون بودجه باید حرکت کنم، چون سفرهای من طولانی و اکونومیک هست. من باید یک سری فداکاری ها بکنم. من نمیتونم تو سفرام همه چیزی رو بخورم، همه چیزی رو بخرم، هر جایی که دلم میخواد برم، و این یه خورده برای من سخت‌تر هستش که خواستم همه جا اینو بهتون بگم. نکته بعدی دو تا اپلیکیشن دیگه ای هم که میخوام بهتون بگم، یکیش کوچ سرفینگه که به شما کمک میکنه در سفرهاتون در بقیه کشورها هم بتونین دوست پیدا کنین، هم بتونین چند روزی رو تو اون خونه دوستتون بمونین که نیازی به پرداخت چیزی هم نیست. اگه دوست دارین که توی سفرهاتون کار هم بکنیم، یک سایتی به اسم workaway.com هستش که سالیانه 40 دلار از شما میگیره، ولی کلی آپشن به شما میده که بتونین تو کشورهای دیگه کار پیدا کنین، اما از اروپا و کانادا و بعضی از کشورهای آفریقا هم این کار رو میتونین انجام میده. این میتونه تمیز کردن استاب باشین، میتونه کار کردن در یک مغازه باشین، میتونه کار کردن در یک هاستل باشه و خیلی آپشن های دیگه ای هم وجود داره که درباره وبسایت های دیگه مثل هاست کیپینگ و ارزم بگذار ریلوکیشن و اینا در قبال یک ویدیو آموزشی دیگه به شما خواهم داد. پس چطور جهانگرد بشیم؟ خیلی خلاصه وارش رو گفتم. از زمین خاکی بیا جهانگرد شو. من خودم از زمینای خاکی شروع کردم. اول نمیدونم از نخجوان و آذربایجان و ترکیه و بعد قبرس و چین و اینا شروع کردم. بعدش و وقتی که شما هی سفر میکنید و اون پاسپورتی که توی دست شما هست رفته رفته با ارزشتر میشه و این به شما این شانس رو میده که شما بتونه ویزاهای بهتر رو بگی. هیچ موقع با یک ویزای پاسپورت سفید درخواست ویزای شنگن نده. هیچ موقع با 4 تا کشور آسیایی میری درخواست ویزای کانادا نده. این یعنی رانگ، یعنی تو میدونی این خطاست ولی نه انجام میدی. انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. یعنی این یه چیزی هستش که شما میدونی اگه اون راهو بری اشتباهه ولی این راه رو میری. در آخر خواستم اینو بهتون بگم که اگر
یک چیزی رو، آرزوی رو تو دل دارید و میخواد یک هدفی رو توی قلبتون، توی ذهنتون دارید، سعی کنید به اون فکر کنید، عمیقا فکر کنید و براش تلاش کنید و مطمئن باشید که خب میرسید. اگر 1% هم نرسیدید، حتی شکست خوردن در راهی که این هدف شما هست لذت بخشه، به خاطر اینکه اون چالش هایی که برای رسیدن به هدف هست واقعا میارزه که شما ترای کنید. زندگی مثل یک خط ساده است و ما باید تو این خط یک سری چیزا رو به نظر من تجربه کنیم. ما وارد این لاین میشیم، تجربه کسب میکنیم، میریم بالا، شکست میخوریم، خیانت میبینیم، بعضی موقع خیانت میکنیم، پیشرفت میکنیم، اوج میگیریم، میریم بالا، میرسیم پای قله، یه مدت فقط اون قله میمونیم، دوباره افت میکنیم، میان پایین، دوباره خوبی ها، بدی ها، چالش ها، سختی ها. ما این لاین زندگی رو در هر صورت باید ادامه بدیم. پس شما یک بار میخوای تو عمرت زندگی کنی، همون جوری که دوست داری باید زندگی کنی، چون لیاقت اینو داری. همیشه افراد منفی رو از ذهنت دور کن، چون اونا مثل چاهای انرژی برای تو چیزای منفی رو میارن. اگه قرار بشه که هر کسی که به شما یه چیزی میگه بهش جواب بدید، کل عمرتو باید بذاری برای این کار. سعی کن که بی اهمیت باشی و از یه سری چیزا بگذری. مثل هواپیمایی باش که هر روز بار علمیش، چطور بگم، بار فنیش، بار دانشش داره سنگین میشه، حرکت میکنه، نه مثل قطار تو خالی. این قسمت اول چطور جهانگرد بشیم هستش که سعی میکنم در ویدیوهای دیگه به صورت مجزا بهتون بتونم راهنمایی بکنم، چه مسیرهایی رو کردم، چطور اصلا نقشه خوانی رو من انجام میدم. نقشه خوانی یکی از مهمترین چیزهایی هستش که شما باید یاد بگیرین، که در اینو یه ویدیو آموزشی دیگه قطعا من میخوام براش بذارم. یکی از لذت‌های سفر تو اینه چطور و با چه تجهیزاتی ما بیایم مثلا محتوا بسازیم، چطور با این تجهیزات بیایم کار کنیم. همه اینا رو در قبال یک ویدیو من به شما قراره که به زودی آموزش بدم و خوشحال میشم که اگه بتونم کمکی انجام بدم در این راه بر شما، با عشق و علاقه و بدون منت این کار انجام بدم. اگر که قابل دونستید نظرت کامنت برام بذارید درباره این ویدیو، چون این اولین ویدیو آموزشی در قبال این چیز هست، خوشحال میشم که بتونم کمکتون کنم. دوم این که اگه سوالی چیز داشتید دوباره تو کامنت ها از من بپرسید. سوم ممنون میشم منو به دوستاتون توی یوتیوب معرفی کنین، چون این تنها راه حمایت شما یک جورایی از من میتونه باشه و چون یکی از منبعای درآمد من یه خورده یوتیوب هستش که این به من کمک میکنه تا بتونم واقعا سفرهای زیادی رو انجام بدم. من برای سفر کردن احتیاج به یه پول زیاد ندارم به اندازه‌ای که بتونم هزینه سفرم رو کاور کنم. خیلی خیلی ممنون، متشکر، دوستتون دارم، یا علی.